برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک جوان 32 ساله شیعه بحرینی که به حبس ابد محکوم شده و در زندان مرکزی جو به سرطان مبتلا شده بود، بر اثر قصور پزشکی درگذشت. محمد عبدالله حسن یعقوب که 2 سال پس از آزادی موقت به دلیل سرطان ریه مراحل درمان را سپری می کرد، جان خود را از دست داد. مراسم تشییع پیکر این جوان با شعارهای سیاسی علیه حکومت آل خلیفه همراه بود و شرکت کنندگان با سردادن شعارهایی دلیل شهادت محمد عبدالله را قصور پزشکی در زندان و رسیدن بیماری به آخرین مرحله دانستند. اولین واکسن مالاریا که دانشمندان سال هاست برای تولید آن تلاش می کنند معرفی شد. این واکسن طی 2 سال آینده در 12 کشور آفریقایی عرضه خواهد شد و به طور بالقوه جان 10,000 نفر را نجات خواهد داد. سازمان بهداشت جهانی و یونیسف گفتند که 18 میلیون دوز اولیه از اولین واکسن مالاریا به کشورهای اختصاص داده شده که خطر ابتلا به بیماری مالاریا و مرگ کودکان در آنها بالاتر است. این واکسن پس از تزریق به 1.7 میلیون کودک در غنا، کنیا و مالاوی از سال 2019 محصول ایمن و مؤثر برای کاهش مرگ و میر و بیماری شدید اعلام شد. در جریان درگیری‌های خونین در یک انتخابات شهرداری هند، 18 نفر جان باخته و 10 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش هندوستان تایمز، این درگیری روز شنبه 17 تیر در ایالت بنگال غربی که جمعیت 104 میلیون نفری دارد، رخ داده است. در این درگیری‌ها حدود 10 تن از حزب حاکم کنگره ترینامول، 3 تن از حزب بهاراتا جاناتا و 3 تن از حزب کنگره و 2 تن نیز از حزب کمونیست جان باختند. در این انتخابات رأی دهندگان در حال رأی دهی در انتخابات برای گزینش اعضای شوراهای شهرداری از بین 200,000 نامزد بودند. سازمان خاربار کشاورزی سازمان ملل متحد فاو پیش بینی کرد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دومین وارد کننده بزرگ مواد غذایی در جهان در سال 2023 میلادی خواهد شد. بر اساس برآوردهای فاو، کشورهای شرق آسیا اکنون بزرگترین وارد کننده مواد غذایی در جهان به شمار می‌روند. طبق گزارش فاو که با همکاری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده، هزینه واردات مواد غذایی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با فرارسیدن سال 2032 میلادی به طور میانگین 30% در مقایسه با سال 2020 و 2022 میلادی افزایش خواهد یافت.